مسئولان زندان ارومیه در رأس شبکه مافیای مواد مخدر. در زندان مرکزی ارومیه مشابه بسیاری از دیگر زندان‌های تحت دیکتاتوری ولایت فقیه، مواد مخدر به طور گسترده و با قیمت‌های پایین در دسترس زندانیان قرار می‌گیرد. این وضعیت به مسئولان زندان امکان می‌دهد که از این بازار سیاه سود کلانی به دست بیارند. بر اساس اطلاعات زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعضای باند مافیای قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به شهر زیر هستند: پیمان خانزاده رئیس زندان، قره‌باغی رئیس بند، دکتر بهنام رئیس بهداری، فرهنگ رئیس بند، فاطمی رئیس بند، نجفی افسر نگهبان. بنا به گفته این زندانیان، قاضی ناظر بر زندان هم در این زدوبندها دست داره که با بالا بردن آمار زندانیان و موافقت نکردن با رأی باز و آزادی مشروط و عفو موردی و پایان حبس بر بقای این بازار سیاه می‌افزاید. بیشترین درآمد حاصل از این زدوبندها به جیب قاضی ناظر بر زندان و یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات به اسم مستعار علیرضا می‌ریزد. عوامل زندان خودشان زندانیان رو به قرص‌های متادون معتاد کردن و بعد با تحویل ندادن این قرص‌ها به زندانیان اونها رو آزار و شکنجه میدن. یکی از زندانیان فریاد میزد: شما باعث معتاد شدن و بدبخت شدن ما هستید. شما ما را معتاد کردید که ما اعتراض نکنیم. زندانیان بارها به دلیل عدم دریافت داروهای خود در مقابل بهداری زندان تجمع کرده و اعتراض کردند. زندانیانی که معتاد هستند برای تأمین هزینه مواد مخدر، مربا و حلوا شکری که سهمیه صبحونه‌هاشون هست رو می‌فروشند. زندانیانی که مربا و حلوا شکری زندان رو نمی‌خورند، سهمیه خود را به معتادان میدن تا اونا با فروش این مواد به سایرین مواد مخدر خود رو تأمین کنند. در این زندان نمونه‌هایی از اخاذی مبالغ هنگفت از زندانیان توسط یک باند مافیایی متشکل از مسئولین زندان صورت گرفته. این باند مافیایی زیر نظر و با اطلاع رئیس زندان به کار خالی کردن جیب زندانیان مشغوله. به رغم افشاگری‌های انجام شده در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با اخاذی از زندانیان، در زندان مرکزی ارومیه هیچ اقدام جدی برای حل این مسئله و بازگرداندن پولهای زندانیان به آنان از جانب دستگاه قضایی و سازمان زندانها صورت نگرفته است.